هاوس تیکر شده است خسته نباشیم الان سیف داره زب میشه یعنی میتونیم حرف بزنیم نمی خواستم بهش خسته نباشید بگم بند خدا همینطور عین دو میدانی میدویدیم مرغ پرکنده مرغ سرکنده پرکنده. جفتش درد داره سر دیگه هر دیگه هر مرغو میکنن نه سرش سرش سر که میکنن ولش میکنن که بپره این برابر خونش بیاد بیرون آره سر کنده اصطلاح مگه مرغ پرکنده نی مرغ سر کاری به اصطلاحات نداشته باش خودت چی به درد داشت خودت چی چقدر قریبم با این ستینگ ستینگ اینشالله به امتحان داریم میکنیم دیگه ببین شما دفعه بعد من شما بعد نداری رخ جدی یه سری میدونن رو خود خوبشون کدومه من میدونم ولی یادم میره گود من میدونم ولی یادم میره من دوبر بدم به ایک صورت چیزی که هست آره آره برو اون برش کن <applause> من خیلی با این ستین قریبم می چقدر وقته عدا تنگا رو در میشه پشت اون صندلی بابا آخه شیش ماه که خب ما قبلش هم چیز میکردیم دیگه آنلاین بودیم نه یه مدت چیز شدیم دیگه آن سایت آف شدیم آف خیلی کم محدود بود یه هفته دو هفته بود نه ببین ما از نوامبر آنلاین شدیم درسته خب زیاده دیگه چهار ماه شده اونم میتونی بزنی جلوتر که اذیتت نکنه آره این یه سوراخ جلوتر چیز کنید ها جلوتر سوراخ چی کنیم ا. چه خبر خوبید ممنون مرسی چقدر شایه شده بود که ما دوامو شده خب شده بود چقدر شایه شده بود او تویتر تویتر که ما دوامو شده و هم دیگه نمیخوایم برگردیم درسته نیدید. میگن با یه یوزر نیمه مخفی تو کلاب هاست داری فعالیت میکنی و رو تویتر بعد زده چون پیشتی نسا پیش دی چه میدونم زنان زایم دی تمام چیزایی که تو یو بی سی درس بینن همه رو لیست کرده از بالا تا پایین اینا چیه به من بذار راجش بذار صحبت کنیم بذار لست دو جاستیس به قول خالدیا بهار رو به خونه بخونامون... بیاریم دو تا داداش از... یکی پامچال پام پامچال پامچال و یکی سبزه آوردن و این نزدیکترینی که من به عید تا به حال بودم تو زندگیم از موقعی که اومدیم کانادا البته ما اون نمیره بودن شاید آره. چیزی مینداختن آره نه ما هم نزدیک بودی به ما با... اه... پارس پیار سال چی؟ پارسال به من به ماهی دادی با پار سال پارسا بود پیار سال پارسال بودی اول کرونا بود یادت نیست تازه قرنطینه شروع شده بود من من س... این اینی که شما گفتی من خاطر بله شما نه شما نبودی فقط من رو شما بود. بودید من و ایمان دو نفر پدر مادر مامان اینا زنگ زده بودن آره آره آره, آره. یادم میاد من ای تو کام نه خورده یه شب بود من مثلا تو هشت دروب داشتم کار میکردم بعد اومدم پیش ایمان آره خیلی بانه امسال دو صبح تا زوره بعد دو سی و هفت خیلی یک سال شد باورت میشه من که ببین یادت دیگه اون آره، آره، آره،, 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 آره 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 خیلی عجیبه هم نسبت به این یه مدتی که گذشت یعنی اولش واقعا فکر میکنم که چقدر داره خوش میگذره ولی الان مم. واقعا دیگه قریب هم نسبت به این اوضاعی که وجود داره و اصلا ناراحت و, اصلا و اصلا آره واقعا احساس میکنم دپرشن ملوی داره اصلا میاد سراغم ولی خب کارش هم نمیشه کرد دیگه هر هیچ هیچ کاریش نمیشه کرد چیکار میشه کرد that's why it is it is what it is <تصفيق> آدم سرش رو سعی میکنه یعنی آدم سعی میکنه سرش گرم بکنه با کارهای مختلف چه حالا گیمینگ است و فلان و یفا ولی بازم به صورت اصلی و ریشه ای اون مشکل تو حل نمیکنه دیگه آدم فضای زبد دور بودیم الان الان که میفهمه چقدر مهمه اون مثلا هیومن هایی که هست اون حتی مثلا هفته یه بار دو هفته یه بار یه سری آدم می‌بینی میری بیرون کارو کارون تایید میکنه اساس من چی افتاده اما مثلا تو جهنده خدا داره یه نه راجا هم هر یه شوهر همه میشینه مثلا نصیحت میکنه بله بله چقدر اینتراکشن مهمه حرف تو خیلی کارت بیاد آدم سفره دلش وا میکنه بهش میخندن واقعا نزدیک اینجا رسیدیم ما خیلی و این حرکت بعدا میگن چرا بر نمیگردی همین هاست دیگه یه ثانی هشه دیگه مثلا اون شوهر که هیچ کم حسلشو نداره اون شوهر ما خیلی آدم خوبی هم نمیدونم شما تو چه خالواده بزرگ شده مثال میگم شوهر نوعی نه چرا؟ رو شوهرمه رو بعد میکنید میانگین شوهرمه نه به تازگی با شوهرمه آشنا شدم خیلی امه جدید بود یا شوهرمه خیلی باسم آدم باسم آدم این آرتیسته نه مثل که زنگ زدم به این دکتر رو با تلفن صحبت کنن برنامه زنده جدیدم با یه شوهرم همون آشنا شدم خیلی آه بگو از شوهرم خیلی پرن از جان جراب نوه نه با بچه آروم باشی چرا اینجوری دارید نیکنید این وحشی بازی ها چیه مزیدت نمی کنه اصلا نه اون چیز پل... اگه کسی که نمیدونه اون چیز پلاستیکی هستش که وسته مارک پیش اون توپای فرزاد الان <تصفح> اصلا شاید میخواد بره پس بده <تصفح> <تصفح> چرا به روش میاری وای این جورا و این میشه وسطه. آره بای بای میشه. بای. از ایشون بپرس چرا ایشو هر چی دم دستش باشه میتونه پس بده یه بار اونایی که دارن تصویری میبینن شاید بپرسن که ای ایمان چرا پیرن تو این شکلیه چرا لکه داره چرا بهش توجه نکردی چرا چرا اینطوری شده لباست این نکته داره اول که نکته اول که بچه خودمون که هیچ کسی چی نگفتن من, من... من, تو دلم من مونده بودم بین مدل یا کسی که چون دو رنگ من از در اومدم تو دیدم اینو و من <صحب> تو خریده این بودم چند روز پیش دیدم اینو خرید بعد با خودم اینطوری بودم که دمش هم چقدر سری گن زده به این دواسه و مطمئنا خوب دستم خودخوری اونا کرده هیچی نگفتم نمیدونم چی شد و اینا دیگه دلش دروح... بد نگاه می‌کرد آره اینطوری بودم اینا چی شده بعد خودشو رو سفره دلش باز شد حالا میگه واسه بعد اینطوری که سن نگاه میکنی میبینی که ای ایمان تو که اینطوری نبودی تو که رفتارت متفاوت بود لباس موجه میپوشیدی همچنین شک نداشته اینا فضل. شاید به مو اینا من بیاد شاید مثلا اینطوری آدم موشو بلند کرده مثلا بگین دیگه خیلی هنری شده اینا دیگه با هم میاد آره همینا با هم من اینو پوشیدم که نشون بدم حماقتم رو آدم وقتی حماقت میکنه میشینه جلو دور بی خود زنی میگه خود گذاشی نه اگه اون خودکار اینطوری خ... اگه اون خودکار بود من خودکار که... میذاشتم فرق سرم شبیه مایه چیزه من چند این پیرانی که خریدم خب مثلا الان دوران کرونا و, و ایناست میندازی میشوری معمولا لباسیت بیرون میگیری تو اون فاصله بعد نه بعد بعد خلاص من اینو آوردم و اینا میخواستم بنزم بشورم پانیز برش گفتش که نکن مثلا این چیزه اینا رو بعد باید... ازش پرسیدم که اینا رو چجوری برش چون خب شورم که نمیرسه بعد خوند و اینا بعد گفتش که بعدش با چه می‌دونم رنگ‌های با... هم رنگ های همرنگ به شوری و فلان این حرفا دست ها به این بزنه چه جنسی داره جنس پتوی چیز داره داشت این <تصفح> حالا ما هم دست روی نکنیم می‌گذره بعد چه می‌دونم که برو بابا من الان 28 سالم یه بار با هم رنگ نشستم هیچی و بعد جلوی اون طرف گفتم باشه نمیشونم <تصفح> از <تصفح> خونه که رفت بیرون اول ریختم تو ماشین لباسی و روشن کردم و اینا بعد اومدم به نظام تو خوشگون دیدم که رنگ گرفته اون یکی لباسه چی بود؟ هیچی همه سفید داشتیم صورتی داشتیم قرمز داشت تمام رنگ این خب اون آن... چیزه جواب نمیگه این مایه... این مایه این لباسشویی. لباسشویه شلوار لی هم داشتیم ولی خب مثلا مال چهار سال پیش بوده این شوارلی بار اولش هم شسته میشد این بار شسته شده اصلا اون خورده یه بحثی که این بحثی مایه شسته چیه؟ نه. همون دیترجنتیه که ریختی نه با. اونی رنگی میشه چرا؟ آخه بعد چرا فقط یه جایی شوش آره، آره، این شد رنگ, رنگ شد اصلا این رنگ به این عوض شده این خبر خوب تینت ها این تا نبوده این کلا لبا چرا بابا تینت آبی قرمز بود قرمز این رنگی بود آخه پس چجوری فقط اونا رنگی شده من نمیفهمم آقا رو سینش اینا آبی شده آ رو سینش اینا ولی چیزه ولی الان میتونن خدا اینو میرفتی توی مثلا شاپای گرون قیمت همینو میدن ده برابر قیمت میگن این استیلشه آقا اینا بعد نشده واقعا بعد شخص تو خودتو اینو بزا برو فروش بعد الان اینطوری هم که خلاصه گفتم بشینم از حماقتم هم بگم دیگه آدم این آبیاش بود. خوبه پشت یه تیکه لکه قرمزه که من اونو دیدم حس کردم که این دیگه لک است قرمز من نیدم آره قرمز خودم نیدم من نایدن. آهن زنگ میزنه چه رنگی میشه یه پشت یه رد اونجوری هم داره نمیدونم چه جوری چه کرد راست کرده آها زنگ زده خیلی چیز آره بله. اه... <عسی> <مزدی> بعد سوالم اینه که لباس گرون بود چه جوری بود من خوبی داشت... مبلغ من مناسبی آه... داشت اجازه بدید که در این مورد دیگه حماقت دیگه تو چش آدم که <تصح> من خودم چه نشستم دارم میگم شما <تصح> <تصح> سر این توی نباش که اصلا تا مچ بکنم تو چشش اجازه بده من خودم تا اونجایی که نیاز بود و خودم رو دیس کردم ولی فکر کنم اگه نمیگفتید کسی چی نمیگفت اه... نه، بهتره که تو دوربین دیگه میشه. اینقدر رو همه زوم میکنه. آره، دیگه آره دیده نمیشه احتمالاً. والا دیگه مهم نیست. خیلی قشنگه بود. امم جونم براتون ببینم. ولی یه بار دیگه بشوریش شاید درست شد. اون میخوام بکنم بنزین بشوریم تا آخر زبط ببینیم چی میشه. <laughs detective> شاید درست شد. برم بکرم؟ آ، نه نه، اوکی. آماده میشه. نه نه نه. آخر من مشکلم اینه که وبو <applause> من مشکل که ببین یه انداختم تو سفید یعنی اصلا یه جوری سفیده می یه قطر رنگش عوض نشده ببین آخه لباسی که نوه فقط رنگ پس اونم نوه اونم با هم خریدم یعنی یه آبی نوع تو اون تو نداشتی؟ خب همین من برای همین میگم احتمالا اون مایه آب کم بوده آبا رو گرفته به خودش رنگ رو گرفته و از اون چیزایی که آب کمه چه خبر؟ آبگوریزی لغت هست بله زریب آب داری؟ بله آقا من توضیح بدم خیلی دادم آبگوریزی گوریزی هست ایمان ماهری هم اردک آب یه توضیح بدم که امروز برنامه اون چیه ببینید ما به خاطر اینکه خیلی از مردین دور بودیم حالا میگیم که داشتیم چیکار میکردیم و اینا این اپیزود رو میخوایم به همین اختصاص بدیم در مورد این مدتی که نبودیم کارهایی که کردیم صحبت کنیم که چرا انقدر طول کشید و موضوعات مختلف و اینکه همین که احساس کردم یه آیس بریکر خوبیه برای اینکه ما بخوایم دوباره برگردیم توی عمود پادکست دوباره حالا با هم دیگه صحبت بکنیم جور بشیم و مسائل مختلف یه چیزی هم بگم بر اونم ما رو به همین سبک و سیاق میشناسن که خیلی کامنت اومده بود که یه اپیزود برید همینجور حرف بزنید ما پارشیم یعنی خیلی به اون شکل ما نمیشناسن که اینا مثلا چهار تا حرف خوب هم میزنن اینجوریه که خب یه جمع خودمون که دیگه هر کی هر یه اپیزود بدید ما جر بخوریم تا دو هفته مثلا ده روز پیش من چه فکری میکردم خب ولی ده روز پیش تو کلاب هاوس با آقای بندری هم کلام شدم و ایشون گفتن که پادکست ما رو گوش میدن و اون موقع بود که من گفتن می خجالت کشیدم گفتن میبینن آره گفتم میرن تو یوتیوب میام اون موقع بود که من خیلی خجالت کشیدم من الان سفتم جام خلاصه حواستون باشه من برای همین اولش که تو خندیدی به چش خور نرفتم که ببین من که اینجوری هستم دارم سفره دلم رو برای شما باز میکنم با این زاویه این زاویه نه ایشون احتمالاً خواستن مبادی آداب باشن خیلی. نه اتفاقا اپیزود ها گفتن گفتم, گفتم اپیزود با کروشش هم بار گوش دادن و اینا خلاصه باشون هم کلام شدیم و خیلی خودشون بودن بله 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 خدا <صف> آقای سابسکرایب کرد بله بله گفتم این چراغ این خونه رو شما ها روشن نگه میدارید دستی هم بگیرید بریم سر اپیزودمون فقط قبل از اینکه بریم دوستانی این که دارن دوستان تو یوتیوب میبینن دیگه اگه یه دستی بکشید دیگه دمتون میاد بریم سر فیزو بزنم دکمه رو یه سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبانها این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم با من سلام سلام بعد از مدت های مدید ما برگشتیم اول که دور هم باشیم داد دوست دارم این... با, انرژی با انرژی شروع کنم دیگه اجازه بده بچه ها با... رو میزنی اینجا با 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 چیزی کم میگه که پرده ها را بدارید آب در یک قدمی است خب الان با انرژی ما میگن که فصل اگه با انرژی شروع کنی با انرژی هم تموم میکنی من فصل اومدم با انرژی بیام تو بچه رو بگیرم جذب کنم این چقدر وقت ما دور بودن الان برای انرژی باشه, باشه که بچه منتقل کنیم و, منت... و انرژی رو بهشون برگرد درداشون رو بگیرم انرژی های مصبت بهشون برم اه... <applause> ولی آره گفتم که خواستم بگم که ما دوباره برگشتیم فصل هفتمونه آره فکر میکنم بانه. فصل هفتم ببخشید که داره طولانی شد حالا اطلاع میدیم که چی شد و چرا و اینا اگر که از یوتیوب ندیدین من در مورد پیرانامینا در واقع این چیزی که تنمه صحبت کردم اگر ندیدید برید اونجا ببینید کامنت هایی که روی آدیو میاد اول دیده باشید بعدا بگید چیه جونم براتون بگید که چه خبر چطورید از من شروع ایتالیایی ها شدی آه. آه. آه، خوشم این آدم نکته بینی هستی نه بهت داد چیزی که میخواستی آره دیگه آفورت میک. میدونم چرا <تصفح> آره ما خیلی تحت تاثیر فرهنگ ایتالیا و ایتالیا آمریکا ایتالیا آمریکایی من نیو و اینا هستیم چون پدرانه ما آره مدل موهای اونا رو خیلی دوست داریم و اینا بله بله <تصفح> دیگه چرا آیا از جای میاد نه پدرش ایتالیایی بودن دیگه نه شوهر من او شوهر همه شوهر ایتالیایی بودن درست من یه خاطر از این بگم همین یعنی کل چیزی که میخواستی بگی اول یه بگو سلام علیکی بچه یا مدت نبودی حرفی بزن بعد میگه ما قریب نیستیم با میکروفون دفعه قبل میگرفت دستش ول نمی کرده میکروفون ها نه من بیشتر الان تحت تاثیر سبک و جدید ایمانم هم عادت کنم حزمش کنی چه 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 سبک و سیاقی همین مدل جدید حرف زدن اینا رو من می‌خواستم یه ذره چه جوری که بلند صحبت کردن آره دیگه انرژی و چیز این برنامهش صوبه صدا سیما آره الان تازه میخوام براتون الان بلند مثلا شناینا برم و بالا پاورندی انجام بدم یه ذره من غریبی میکنم ولی من غریبم خودم بگو فرض <تصفح> یه چیزی بگی من یاد خاطر افتادم بحث ایتالیا اینا شد تازگی اوایل که اومده بودیم کانادا توی دبیرستان که رفتیم ما در حال از سابج بلا خمار دارم رفت یاده چلی نه بعد من اول مثلا فکر کنم ده هم بودم ده هم بودم کلاس ده هم بودم روی دختره کراش داشتم توی مدرسم بعد خب اون زبان و این که اصلا هیچ زیر صفر بودم بنده شخصا بعد یه بار فوتبال بازی میکردیم این شخص اومد به من گفت من خوب یه دوره خوب دروازه‌بانی در میکردم نمیدونم حالا رو چه حسابی اومد گفت تو ایتالیایی همین من دیگه خیلی وقت با این جمله رفتم ایتالیا یاد گرفتم و خیلی حال کرده yes. بودم چیز میگفت دیگه این تا بود ماز جبرانی بود میگفتش که ماز جبرانی نه یا مکس بود هم ماکس ایتالیایی میره تو کلابا میخواد دستان دختر بلند کنه میگه من ایتالیایی هم ماز جبرانی بود آره. گفتش که ما قیافه به ایتالیایی ها میخوره میریم توی کلاب میگیم که خفه شو هیچی نه آره. دو چه خبر تو چیکار کردی به قرار از اینکه لاغر شیم این ما توادل وزن کردیم من فرهاد کم کرد داد به من قانون پایستگی وزنه تو آره تو خودکست من یه روز خیلی دقیقا یه روز که روز آخر 2020 بود دو, دو, روز آره اینطوری بودم که با بسته دیگه آقا من خیلی سر کردم دفعات مختلف که باز کم کنم با دیگه <laughs> و ناموفق می شدم و حالا وسطش به تنبلی و هر دلیلی که بود بعد دیگه به خودم از اون تشرهای کارون وار زدم گفتم خود جمعش کنم و شروع کردم به روزه گرفتن همین اینترمیتنت فاست نمازامو خوندم فور برگردم فارسیش همون رژیم روزه میشه تقریبا و خیلی جواب داده دیگه جواب خوبم داد یعنی از این کیلو الان روی 79 موندم ولی از 86 87 موندم 7 کیلو یعنی درصد تریده این تنها چیزی که این مدت خیر بش آره بالیدم و من موقع نشستم تو خونه هر چی فراد کم کرده دارم اضافه میکنم چنگید. و چار. خوبی؟ چند کیلو؟ خوبه؟ چند بودی مگه؟ من رفته هم تا هفته و نو اوه. آه. آه. ولی بعدیش اینه این شکمه میخوای بره تو نمیره بعد دسته های موضعی نیست دیگه بعد کم کردن که ای نیست اون برشن... <تصفح> آره اون نمی اون درون باید حالا ورزش تو خونم دار میکنم ولی خیلی سخت اصلا تو چی شد؟ شد تو خونه الان داری؟ آره دیگه عادت کردی دیگه خوبه جواب میده رشد روش نمید. نمید. تو خونه نگه میدارد ها همون مینتین میکنی آره روش ن... نداره ولی تو خوبه دیگه چون همش با وزن خودته و بعضیشون سخته ام. خیلی سخت خیلی سخت بعضیشی یکم و اینا نمیتونم من تو خونه اصلا یه ستینگ دیگه خونه برای یه کار دیگه ساخته شده ام. دیگه ما تو خونه کار داریم میکنیم <applause> زندگی میخوام آنه میرم سر کار دیگه من فرق اینه آه 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 من دیگه همه کار از خونه هم. الان میدونی که یک سال شد همین دوشنبه که بیاد سر یک سال که از خونه کار میکنم چه دورانی بود ببین من ما مدتی که سیز شروع شده بود کرونا م... م... شروع شده بود ما بیماری البته میشه الان دیگه الان شو... دیگه, دیگه دیماتایز نمی کنم از دم بگیم ما همش تو خونه بودیم داشتیم وارزون بازی میکردیم دیگه اوایل بازیه بود و با همهمون نوب سگ کی اصلا بدت نبود از این بازی اصلا بازی چجوری انجام میشه اینا و ببین مثلا یه ذره گرمم شده بود هوا مثلا همیشه هم اکثر مواقع هم آفتابی یادتون میاد که کرونا او... همش آفتاب بود دیگه یعنی اون مدت هوا بود. هوا و بهترین بود که من تا رو آره تو ونکور دیده بودم هم تا به عالی بود برای مدت زیاد پشت سر هم همش آفتاب و همش هوای خوب آه. و نوبی و اینا چند روز پیش از سر کار زود اومدم این من اینجا میگن هوای خوب یعنی هوای آفتابی آره دیگه تو ایران برعکس بود هوای خوب هوا بارونیه آره. چون همیشه آفتاب بود دیگه آه. آره نه نه اینجا خب این طبیعت انسانه که چیزی که نداره رو دنبالش باشه م. اینجا میگن که 90 روز به صورت اوریج آفتاب داریم مثلا میانگین به چار تو چه چهار ماه مثلا توی تو ونکوور آره به حال اون مدت خیلی هوا نابی و اینا بود همیشه آفتاب و اینا بعد ما مثلا اون چه بازی میکردیم یه نور عجیبی هم مثلا میزد تو صورتمون و یه گرمای خوبی هم داشت اینا طول روز بازی میکردین آره, آره مثلا از ظهر به بعد شروع میکردیم بازی کردن آره رئیس شما نه بسته بود همه چی مخص... تو ما یه ما تو... کار نداشتیم تو ما <applause> اول, اول بس اولش که همه چی دیگه بسته بود اصلا کاری <applause> نبود که بخوایم بکنیم همه هم بانک ها بسته بود هم پروژه ها بسته بود هیچ کاری نمیتونی بگی پول بهتون اون لاک آره... داون چیزو میگه یک ماه حالا آروم یه زمانی یک ماه خیلی یک ماه یعنی خوری خوابید پول هم حالا می کار کار می کارش کنیم امروز بعد یک سال بعد آره خیلی <تصفح> <تصفح> چند زود از سر کار اومدم اومده بودم خونه و اینا کاری نداشتم بعد اینو میخواستم یه چیزی تست بکنم رو کامپیوترم بعد همون ستینگ اتفاق افتاده بود بعد اون موقع خب خیلی نو بود تو این بازیه هی دلشوره میگرفتی هی اوریلی رو ترشو می‌کرد مثلا یه سری صداهایی که می‌شیدی آدم می‌ترسید و اینا چون مثلا همین می‌باختیم دیگه اصلاً. غلط نبود مثلا من هنوز و الان که خب مثلا یه ذره بازی بهتر شد دیگه اینجوری چیزا نمی‌ترسم بعد این همه ستینگ‌ها این اون موقع بود آفتاب زده بود یه ذره گرم شده بود و اینا و اون صدا که اون قشنگ دل شوره گرفت و چی ما ولام کن سر زوری اینطوری آدم آدرنالینش بزنه بالا آره خلاصه قشنگ داریم برمیگردیم به همون دوران و اون ندونستنی که مثلا کرونا چیه چه جوریه چی کارا باید بکنیم با چقدر ببنیم. ترس داشتیم خدا کلی الان شاید اون که انقدر او از... شسته بودی خودت دیگه پوشت پوشت رفته بود همش پوستش رفته بود من میومد ببین من یه مدت هر موقع مثلا میرفتم خرید نمیتونستم زیاد زیاد خرید نمی کردم نه مریض بودم دیگه نمیدونم یعنی دوست داشتم که مدت طولانی مثلا زیاد برم بیرون هفته مثلا دوبار میرفتم خرید حم. هر دفعه میرفتم بیرون می لباس لباسامو مینداختم تو لباسشویی همون جلو در در می آوردم بعد خودم خودمو دستم میشستم بعد میرفتم همون و بعد برمیگشتم اینا رو می میکردم همه چیزو دوباره میرفتم همون دوباره آره خوبه تو بیمارستان کار نمیکردی خلاصه خیلی آره یه دوران خیلی عجیب بود و الانم احساس میکنم زیاد فرقی نکرده یعنی عدد در اونقدر فرقی نکرده فقط ما بهش عادت کردیم بدتر شده ولی همه عادت کردن کنار میایید دیگه این طبیعت انسان تو که عرض کردم قبل از این شما به هر شرایطی عادت میکنید که اگه نمیکردی الان نه و این قسمتمون هست که این طبیعت انسان کلا این سیزن من میخوام راجع به طبیعت انسان صحبت کنم براتون شما چقدر شما چیکار کردید مدت که نبودیم من ما آخر دسامبر تمام کردیم آره آره ما آره. آخر دسامبر آره یه یک دو هفته که تعطیل بودیم هیچ یه اپیزودم تو فوریه دادیم دیگه آره گوشه شنا فوریه نه نه ژانویه ژانویه پنج دی آره برای روز جهانی خط بریک آره خب آره یه یکی دو هفته که تعطیل بودیم ولی خب هیچ کاری نمیشد کردین آخر 2020 بود بعد 2021 رو ما با یه سری تغییرات کاری شروع کردیم یه سر اورگ ما عوض شد ارگ آره transition. توی شرکت مثلا ارگانیزیشن مختلف است بعد شما ممکنه Org. که یهو مثلا از یه بخش جدا میشی یه پکیج میره مثلا یه ارگ دیگه بعد یه مقدار فشار کاری و اینا زیاد شد به خاطر اینکه توی بازی کوتاهی ما میخواستیم یه کاری رو برسونیم بعد فشار مضاعف بود فشار آره کارونی امایه عجیب بود نه بودی اصلا آره مثلا در این حد که لانگ ویکند و اینا بودش من کامل سه روزش رو باید کار میکردم باید که اوه. کسی بهتون نمیگه باید ولی چون خودت میخوای یه چیزی رو برسونی کار میکنی یا اینا ولی خب الان یه ذره شرایط از اون موقع بهتر شده هرچند همچنان فشاره اه... هست آره یه بخشی از این دیر کرده شروع فصل جدید چون ما گفته بودیم که اواسط فوریه میخوایم برگردیم آره الان تقریبا اواسط مارچ یعنی یه, یه ماه تاخیر یه بخش خوبیش تقصیر منه که... من احساس میکنم که هم. ج... جمعات رو تمام آره نه چون شما آماده بودید که برگردیم یه چای میگفتید ولی من نمیرسیدم من دوباره بهونه بودم واقعیتش یعنی من خب خیلی من درگیر توییت شدم یعنی الان تقریبا یه کار فول تایم من دارم تو هیچ فول تایم دارم کار میکنم بعد خیلی چیز بود خیلی تایم تایم یعنی روزی, روزی حداقل چهار ساعت آره. بعد هفته ای هفته 40 ساعت رو من میرسونمش به خاطر اینکه مثلا ویکندا صبح و شب مثلا استریم میکردم و اینا آدمه تو یه بار یه 24 ساعت یه 24 ساعت خیریه بود اون که خیریه بود کرک به تن من نمون من هر چی می اومدم هیچ دو ایمان بود رو حاضر نیستم من 24 ساعت پشت سرم انجام بدم هیچ. خیلی چی خیلی خوب بود حالا <تصف> تو <مون> خیلی <تصف> تو <مون> خیریه <تصف> <تصف> مثلا خیلی حال داد دیگه مثلا امروز عکساش اومد که تبلت خریدم برای بچه‌ها و اینا تبلت ها داره میره 81 میلیون جمع شد دیگه تو اون مدته 24 ساعت خودم بچه‌ها گوشیاتون اتفاقا میخوام تو فکر کنم آره چون ما ما سایلنت برای من که اصلا دونات دوست برای من سایلنت امکان نداره گوشی است ممکنه که لپتاپ من باشه که ولی خب چرا این آخه اکو میکنه میخوره تو دیوار بعد خیلی درگیر اون شده بودم و اینکه خب داشتم برای پارتنرشیپ هپلای میکردم و مثلا تا پارتنر میشدم و اینا و بعد یه سری رو مینتین میکردی خلاصه خیلی درگی بودم ولی من احساس میکنم اگر که ما سیزن بریک نبودیم باید یه جای استاپش میکردیم یعنی اگه من خیلی خوشحالم که ما توی سیزن بریک همین من درست متوجه نشدم یعنی کسایی که دارم میشنن پادکست رو استاپ میکردیم که شما تو نه که تو به کارت میرسیدی و من تو پادکست آره. آره. استاپ میکنیم که تو توی چطور تو برسی ما هم هممون به کارمون برسیم دیگه نه پادکست رو استاپ آره همینی که هست فرده دیگه همینم نیست چه زوارمون در نره چی نیاز <applause> به اون برکه بود که نه آخه داره. حالا میگم من که خیلی درگیر بودم کارونم درگیر بود احساس میکنم اگر که واقعا توی بریک نبودیم باید یه بریک میگرفتیم حداقل بریک یک ماهه چون که نمیشد دیگه منم منم این آخر یاد یا بهونه ای بود همونطور که همیشه دارم یا عقب بندازیم چیزا رو ولی این دو ماه خیلی سخت بود برا من چرا کاری <applause> نه حالا غیر از کاری که نه ولی بیشتر شخصی و چی بهش میگن پرسونال توری این جفتش آلا... یه معنی میداد شخصی پرسونال حجف توری. میگن خواستم آره. کلم اضافه کنم این حالا من قبلا هم هی گفته بودم که چقدر خوش گذشته تو این دوران کرونا و مثلا این تو خونه بودن زیاد فشار نمیورد و اینا یه اه... مثلا از یه دو ماه پیش همه این چیزایی که حالا شاید انکار میکردم یا هر چیزی یه خودش رو نشون داد اون سر گنده از زیر درمت و هر تو صورت آره واقعا حالا هم هم در رابطه با خودم هم در رابطه با رابطه و حالا اتفاقی که تو خونه میفته و اینا خیلی دو... دو, سه ماه خیلی سختی بود ولی خب حالا خداشو گذشت به خوبی همه چیز سفری شد و به درس بality... گرفتید از اون آره ولی خب, خب دهن این از این که میگذره کامل شرم شد دهنم دهنمون صاف شد دیگه یعنی واقعا از من جنون ها یعنی زایی که میبینید این نه عادی نیست این همین اثرات کرونا است که داره اینطوری خودش نشون میده خب آره این این چمای خیلی خیلی سخت بود بسامن تو اشغال کردی دیگه ما همه کباب میخوردیم فقط بال بال کت بگو دیگه دیگه عرق نه کباب زیاد خوردم من تغییرات کاری زیاد نداشتم مثل قبل بود چرا یه کمی فشار کار بیشتر شد به خاطر اینکه از همکارامون رو عضوشو خواستن چند ماه پیش و حالا ما به بخ... واسطه کاری که داشتیم با همون بعد میرسوندیم یه کمی سنگین شده بود ولی اوکی بود اه... آره زیاد من چیز خاصی نداشتم خود خوش بلی... ولی, خوش جارم ولی که... یه, یه مشاهده داشتم, داشتم که حالا میخواستم اشتراک بزنم با شما حالا اینا دیگه همه فنا <تصفح> <HD> <petroleum benim reunion> <ob SCI noise> این بود که حالا شاید به خاطر همین کرونایی که حالا تقریبا دیگه تقریبا که نرسید به یک سال و این تو خونه موندن ها بیشتر با هم بودن و اینا یه چیزی مشخص من خیلی دیدم خب نه یه سری خونه آدم هم همینطوری لاک داون شدن بیشتر هم دیدن دیگه حالا پیش <سف stärk> <تص for opposite> توی خونه بود. بعد اتفاقی که افتاد مثلا خیلی من شنیدم تو خانواده های مختلف و اینا طلاق, مث... طلاق. مسائلی که خیلی موقع بهش رسیدگی نشده بود به قول اینا کرده بودن زیر فرش مسائل ها ادرسش نکرده بودن زد بیرون و مثلا خیلی کانفلیکت های زیادی بود و من خودم خیلی شاهد این بودم تو خانواده های مختلف بگم میخوای بگی اتفاقا پرداختن به کارهایی که ولی داریم خب پرداخت نه پرداخته بودن داری میگی خب این همونه دیگه, ندیگه برداخت. یعنی زد بیرون سر گنده و بچه گیر دادن به این سر گنده رو تو صورت ما نکنه سر گنده رو بله انگلیسیه اونو هم که فارسیه فاخر نیست سر گنده و زد بیرون و اون که دهن ما سرویس شده آره آره این علی بندری قسمت داره آقا من در شما اگه میبینید همینجا رو نه اصلا این اپیزود برای شما نیست شما از اپیزود بعدی اپیزود کارون رو ببینید بهتره ولی آره میگم خوشحالم که حداقل یکی از ما اونقدر درگیره نه این در لفافه داشت اشاره میکرد خیلی <تصفح> <تصفح> گنگ گفت که درگیری بوده ولی نه ولی حالا این چیزی که فرهاد گفت و من توی خودم و البته خیلی دیگه دیدم که واقعا مثلا این دو سه ماه اخیر نمیدونم به خاطر فصل بود به خاطر <تصفح> نم تاریک شدن زودتر هوا بود هر چیزی که بود من در واقع نامتعادل شدن آدما رو خیلی بیشتر دیدم تا مثلا 6 7 ماه قبل ام. توی کورونا کرونا دقیقا اونجا که فرهاد داشت صحبت میکرد که ات ایمانم گفت دیگه دپرشن و اینا واقعا همه بالاخره درگیرشیم و اتفاقا توی سوشال مدیا اینا هم تعداد پستا و مطالبی که حول این موضوع بودم خیلی بیشتر شد که آگاهی آهی بده که آقا هیچ اشکالی نداره همه آدمیم و مشکلی نداره که شما توی این شرایط که هستی مشکل روانی پیدا کنی فشار روانی رود باشه چون اطلاعات هم که راجبش نداریم میگه خوشبختانه مثلا ما سرعت مثلا رم کامپیوترمون رو میدونیم ولی یه،, یه،, چیز از خوروان خودمون حالیمون نمیشه چون خیلی راحت تر اون داین آره نمیدونم پیچیدگی اون خیلی کمتر است. گره آره ولی این چیزی که فراد گفت منم دیدم خیلی آمون این مشکل برامون پیش اومد و هیچ اشکالی هم نداره آدمیم دیگه یه بازه زمانیه که باید تجربهش کنی و اتفاقا بعد هم نیست تجربهش لازم <تصفيق> 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 آره من حالا قبلا هم گفته بودم که ترپی میرم و اینا میرفتم ولی خب این مدتش بیشتر شد مشابه دکتر ملفی <applause> <applause> و حالا من افزار دیگه فصلی هم میگیرم یعنی خودم به خودم تلقینم میکنم مثلا از قصد دوست دارم که تو پای زمستون ناراحت باشم و اینا <applause> ولی خب این واقعا چیز شده بود مزیده برای لذت شده بود و اگه واقع... مثلا من نمیرفتم با کسی که این کار از حرف بزنم و متخصص این کار واقعا در موندگی در خودم میدیدم و هیچ راهی هم نداشتی خب همونطور که تو گفتی اون, اون ابزارش رو نداشتم که بخوام باش دست و پنجه نرم کنم ازش بیام بیرون همین واقعا مشاوره گرفتن از آدم درست از آدم متخصص خیلی صد درصد توصیه میشه آره اه... یه چیز دیگه هم میخواستم بگم من حالا آخر 2020 خیلی این حالت رو داشتم یعنی قبل اینکه اون بریک هم شروع بشه دیگه واقعا حس میکردم همه چیز کنترلش دیگه سخت شده تو خونه موندن کار کرد انگیزه داشتم. در واقع کارا کار کردن یعنی مهم. با بازدهی بالا اینا اصلا حس میکردم دیگه انگیزه ایناش نیست ولی میخوام راجع به انگیزه صحبت کنم بعدش که سال 2021 شروع شد میگم اون تغییر و اینا شد پروژه جدید برام اومد مثلا به من 2020 تو میگفتی که یه زمانی توی آینت تو اونجوری داری کار میکنی مثلا تعداد ساعت بالا حالا آخر هفته هم کار میکنی من گفتم نه دیگه نمیشه اصلا همچین چیزی ولی دقیقا اون انگیزه است وقتی انگیزه یه چیزی باشه حالا به هر دلیلی هر کسی انگیزه های متفاوتی میتونه داشته باشه اتفاقا انرژی میاد باهاش خب یعنی توی اون بازه زمانی دقیقا بعد از اون در واقع زمانی هم بودش که من حس میکردم خیلی انرژی ندارم و اینا ولی چون انگیزش بود اتفاقا تونستم که اونطوری کار کنم این انگیزه خیلی مهمه ولی مشکل اینه که همین دپرشنی که تو میگی وقتی که ظهور میکنه اون انگیزه رو از میبره یعنی خیلی اینجوریه که حتی صبح خواب بیدار میشن از تخته میتونن بکنن آره میگم حالا احتمالا خیلی از کسای دیگه که توی این شرایط هستن همین رو احساس کردن شاید بعضی ها میخواستن که مثلا ما هم موقع اپیزود میدادیم و شاید مثلا کمک میکرد دیگه به بعضی ها مثلا میشنون میخندن یا یه حواسشون پرت میشه ولی خب واقعا ما خودمون هم داشتیم با یه شرایطی دست و پنجه نرم میکردیم که شده این نبود و اینکه حالا وقتی کارون گفتش که مثلا یه ضربه نزدیم من واقعا خوشحال شدم به این نجا رسیدم که ترجیح میدم که یه در واقع موقعی شروع بکنیم که میتونیم مفید باشیم تا اینکه فقط شروع بکنیم به صرف اینکه شروع بکنیم آره بدید این اواخر کم بودش هم حس می شد کم بود آره ما خودمون هم خیلی دوست داشتیم برگم یعنی میگم هم همون اینتراکشنی که میگم من اولش به فراد نمو زدم گفتم جا انداخته بودم تعامل رو دوباره برگشتیم به چی کارخونه اینتراکشن آره من اولش که تا شما نمیده داشتم فراد نمو زدم گفتم ما رسوب دارم خونه رو تمیز میکنم و فلان و اینا که شما دارین میاد ولی همین یعنی خودش یه روتینی بود با حال بود مثلا خونه من هفته یه بار حداقل تمیز میشد درد آب آره. مثلا <applause> <applause> اومدیم اینجا رو خاک گرفت من هیچ وقت اینجا نیدادم خاک منم اونو... اونجا اصلا خواستم اینجا خاک کنه میخوان شما گردگیری کنین <applause> آیا شما میخوان <applause> بلنشین <applause> <applause> بیان زودتر بیان اینایی که من میچینم این کارم که من میکنم صبح... آیا یکتون بیاد جارو کنه من این کارو تو عشق انجام نمیدی نه بازی. مثل مادریه که بخواد قور بزنه برای بچه همین که هست اصلا قور میزنم بچه هم قضا خالص باش نیستم ناخالصی دارم زیاد علک بب بشه ولی خب مثلا باحال بود دیگه هفته یه بار بچه‌ها رو می‌دی از نزدیک یه سری چرت و فراد می‌گفتیم فراد جنبش داره مثلا بعدش می‌رفتیم یه غذایی می‌زدیم ما هم نمی‌رفت نه یعنی قبل از دوران کرونا تو که نمی‌م فراد ما <تصفح> <تصفح> چقدر... از اتناق... از چقدر وقت سیزن قبل رفته بودیم روی زوم یعنی ما خیلی شو چند که ما فکر کنم من از متوجه نشده میگه از سیزن قبلی ما که رفتیم از چه ماهی رفتیم دوباره دوباره رفتیم مثلا یه ماه نیمه آخرش بعد زوم هم حال نمیداد واقعا نه همه میگفت خیلی ها میگفتن زوم حال نمیداد برای من خیلی راحت بود برای ما خیلی که راحت بود من تیشرت حالا مثلا خیلی بیشتر از یه تیشرتی نه 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 منظورش که پایین که اصلا هیچی دیگه نمیپوشید بعد اپیزودا میدید چی بود ولی نه حال نمیداد اون فضای جالبی نبود برای ما هم راحتر بودی رفت آمده برای ما خیلی راحت راحتر بود برای من برا مصاب... هایی که میکردیم مثلا با ارسلان صحبت کردیم خیلی خوب بود خب آره آره, کن... آره مصاحبه راحته آخه برای من خیلی رو مخ بود من پنج روز هفته حداقلش دقلش همشون... دو تا شب رو همون میز همون ستین <تصح> دوباره آخر هفته همون بسته دیگه بسته دیگه بسته بس خسته شدی صورت طبیعی گفت میخوای نمازه کلاب هم صحبت کنیم قبل اینکه بریم سر داغ روز صحبه نر دوست داشتی؟ آره دست نرد نکنه نه آره از ته بزن از گوشه شش بیاد بیرون که گوشتش بیشتر خیلی چستی اولو <applause> 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 ای نمک بخورو نمک زن بهش یه حالی سیب زمینی داره توش نه بله نیاره سیب زمینی به گاه ساس ماینز او خودم داشت یه چند تون رو خود سبزم داشت سفید بود قصد این ها دور گوش تواف داده بودن سخونه کت بزنه بیرون اینجوری گاز میگیرن سوس ماینز خودش خیلی چیده چجوری بود الان یاد یه طوری که بد شده بود هوا گشتگی داشتیم میمردیم موردیم نداره من از خضا مردم این حلیمو که امروز بهشون دادم شیشتا دونه نوره باز میخوابی قربان کنه ردی کوچولو از این باگه تا دست خونه ایمان بهش زنگ زنگ گفتم صابون خوردی ولی حلیمه خوب بود من آخه به من گفتن یازم یا ده و ده دقیقه زنگ زده زود دقیقه زود خیلی بده دیگه از از بده آقا زود یارمون که آماده تو نمیدونی 10 دقیقه داری چیکار میکنی هم میدونم تی میکشیدم اگه بخوای بدونی نفس نفس زنان بودم تی کش بودی دیشب تی میکشیدی نه دیشب داشتم توییچ بودم توییچ میشه شغل هم دیگه نو از خدا نکنی شغل چی بود؟ شغل هم بیاره طلاق دادی؟ نه پارت تایم دارم اینجام کار میکنم احترام بذاریم به هم ما از نه تو خودت این سیکیور بودی نه می هم همه میشنسیم همه همه هم از اون تونالیتت میتونم بفهمم جدیه داریم از خره میکنیم این سیکیوریت شما همینی که هست بفهمم سبزه عدس هیچی من گندم. میدونم گندم پدرم اینا مال گندم. نه ایمان کلاب هاست رو میخواستی بگیم آره این پدیده جدید کلاب هاوس که کارون بهش آشنایی هم نداره زیاد شما نمیدونیم شاید باشه نه نمیدونیم نه داره. روخش اصلا معلومه هنوز آگاه نشده ببین یه پدیده یه خوب که فقط دو سر اکسپکترومه خوب تیف. آره یا صد درصد داری وقت تلف میکنی یا خیلی دیگه مطلب عجیبیه که نمیفهمی ببین همه که هم از دم پی اچ دی و همه گوگل و مایکروسافت و اپل تسلا تسلا. اصلا زی تسلا و زیر اینا زیر اینا نداریم و من این آدم ها چجوری اینقدر وقت اضافه دارن اگر شما توی سه تا کمپانی داری در همزمان فیسبوک هم خیلی زیاد همه <تصفح> اینا داری کار میکنی چجوری شما تیج دستت تو کلا پس دارید داری میکروفونتو خیلی میکروفون هم زیبنده مینویسن اونجا آره خیلی جالبه ببین یه اینطوریه که مثلا من ایمان میرم یه دونه روم درست میکنم بعد تمام کسایی که منو دنبال میکنن نوتیفیکیشن میگیرن که ایمان یه روم درست کرده و مثلا اون رومه میتونه هر تاپیکی که بخواد داشته باشه و میام مثلا من یه سری صحبت میکنم و میتونم دونه دونه افراد بیان بالا نظرشون رو بگن مثلا من به آدما اجازه میدم که صحبت بکنن اون او او مادریتور رو باید اجازه بده زمان اونا دستشون نه میبرن بالا چرا نه نه اجازه اینطوریه که دست تو بالا من تو رو اینوایت میکنم به عنوان اسپیکر مثلا اونجا میتونه سی نفر به عنوان اسپیکر باشن اون سیتا میتونه اون سیتا میتونه همزمان صحبت بکنه بعد موقعی هم که تمام میشه رومو که میبندی تمام میشه هیچی هم زب نمیشه هیچ هم هیچ فایلی هم ترانسفر نمیشه, نمیشه. دیگه نمیتونی دیگه نمیتونی دیگه. نه نه یعنی میخوام بگم نمیمونه اونجا اون مثلا دیگه نمیتونی فردا بری تو همون رومه ببینید دیروز م. چه اتفاقی افتاد بعد توی حالا ترمز اف سرویسش اینه که اگر که بخواید ضبط بکنید بعد به همه بگید و بعد گفته باشید و مثلا فلان حرفا همه باید بدونن کانسنت داشته باشن کسی که میخواد صحبتشون ضبط بشه بعد همین دیگه حالا یه سری هستن که دارن توش مخ میزنن شدید دوفوزی زیاد ببین بگید ازاره. من پیروزه رفتم توی اتاق اسمش شا... مثلا <applause> یا رو نکرده باشه میتونی بری تو اتاق آره آره, 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 آره. آره. اتاق پابلیک اتاق پرایوت هم داره ولی خب اتاق پابلیک هم زیاده رفتم تو اتاق اینطوری سری بود عین اکشن عین هراس زایده آره اینه مزایده انتخاب می‌کنی آره میگو مثلا نازی که یه پیشی بغلشه رو میخوام بعد نازی مثلا عکس پسر رو میدید میگفت نه تو رو نمیخوام من من میگو خب بس بعدی بعد میگو خب حالا مثلا اون فلان آره شات آره شوت یور بعد مثلا بازی های مختلف میکنن که جالبه حالا مثلا بازیاش اینه که یه نفر از اتاق میکنن بیرون خب از اون رومی که وجود داره بعد نه نه بعد یه مثلا جمله رو مثلا یه کلمه رو انتخاب میکنن مثلا مثلا دنده ماشین و یه رو برمیگرده اینا باید مثلا توی جمله جوری که مثلا رب نداشته باشه بگن که این چیه و اون طرف حدس بزنه دونه دونه میگن و اینطوری هم باید شروع بشه که مال من مثلا یکی میگه که مثلا مال من مثلا گرد و کوچیکه <تصفح> <تصفح> مال من مثلا فلا مثلا مالمن مثلا چه میدونم مثل مال من آره مثل موسن. مثلا مال من قرمزه مال من مثلا بلند و مشیه مثلا یعنی <تصفح> <applause> دیگه. باشه دیگه بعد آراز این یه بازی که انجام میدن بعد یه بازی دیگه است که انجام میدن اینه که یه الگوریتم میچینن اینا چند نفر اوریج توی هر اتاق استگی در همسالان رومای ایرانی ماکسیممش 2400 نفر بود 2400 آره, آره. شرم شپره اومد شرم <applause> 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 نه شرم شپشام که دیگه چیز دیگه اصلا تو خر نمیشه یعنی داریم میشه دیگه بعد حالا اینقدر مسلط شدن قشنگ آخه کاری نداره 2400 زن نفر رو نه یه سری بالا ان حرف میزنن مثلا 50 نفر دارن گوش میدن بقیه دارن گوش میدن فقط همون 50 نفر هم یه جا حرف نمیزنن نوبتیه مثلا نه اونو میفهمم خب اگه قرار گوش بدی خب حسنش چیه یعنی آدمو بیشتر اینترتینمنت دیگه دیگه هر چند وقت یه بار آدما بالا یکی از افرادی که حالا چیزی که تو بایوت داری مثلا حالا میخوام بگم این س... وقت تلف کردنش به کنار مثلا خیلی ها میرن دافازی و مثلا بازی میکنن و اینا که انترتینمنت باحال به نظر من جالبه یه سری اتفاقات هم داریم میفته که برای من خیلی جذابه مثلا فرشید منافی مثلا میاد روزی یه ساعت کتاب میخونه با صدای فرشید منافی مثلا کتاب گوش دادن باحال دیگه مثلا کامیس حسینی شوشو که میذاره بعد در مورد شوه مثلا با بقیه شروع میکنه صحبت کردن مثلا مردم سوالاشون رو میپرسن مثلا یه ساعت همون کار میکنه فرشید منوفی بعد پادکستش همین چه میدونم کارگاه های مختلف را میفته دیگه میگم شیرازی اتاق زدن چی... آره, آره, آره. آره. شیرازی یه بود در مورد مثلا زبون مثلا شیرازی صحبت میکنن و معناش چی و فلان و اینا. اسفانی هم زدن هم. آره اسفانی ها داشتن خلاصه الان خیلی داغه این کلاب هاوس اصلا یه جوری عجیبی داغه خیلی هم از ما خواسته بودن که برنامه تو کلاب هاوس داشته باشیم مثلا یه اپیزودمون اونجا ضبط در واقع ریلیس بکنیم بعدش بچه ها بیان صحبت بکنن اگر که نیازی هست و اینا و اینکه مقدار جالبی از وقت من و الان مثلا موقع رانندگی اینا دارم کلاب هاوس گوش میدم دیگه آ گوش میدید آره مثلا گوش مثلا میرم تو این رومایی که دارم مخ میزنن گوش میدم خیلی خنده است تو بگو بگو نه بگو بگو اینکه گفت اتاقا میرن خودم اول گفتم من روز اول که ریخته بودم این اپو رفتم توش رفتم تو یه دونه از همین اتاقایی که شوتی و شات بود و مخ میزدن فکر بیارم که خب من دارم فقط میشنوم دیگه بعد نگو به بقیه فالوورا میگه که تو توی اتاقی نشون میده که اینجایی بعد من بلد بعد دو تا تکس و سامه روژینم بهم چیز کرد حالا اومد گفتش که این چه چیکار میکنی و گفتم نمیدونم خب میشتم دیگه گفت نه اینا فقط کسایی که میخوان مثلا مخ بزنن یا کسی رو پیدا بکنن و اینا نسبت جنسیت هایی خیلی بیشتر دختر اکثریت دختر اولین جا تو دنیایی که آه. اینو نمیدونم بعد یه مورد دیگه این که یه سری حالا واقعا اتاقای با هست که من توی خارج بیشتر دیدم چی؟ مثلا مارکترا کسایی که توی ادورتایزینگ کار میکنن یا MLM. مدل احتمالا اونا پیداشون بشه یا مثلا کسایی که خوبیه سی او تو شرکت های مثلا حالا نوپا یا حتی شرکت جا افتاده اینا میان مثلا حرفای خوب میزنن من حالا یه سری گروه های ماشین ها فالو میکنم چند نفر از پرش اومده بودن از تسلا اون دو تا کمپانی که تازه دارن حالا مثلا پورش داره ماشین الکترونیکی زده ماشین برقی زده حرفایی میزنن که خب واقعا خیلی شاید کم پیش بیاد که تو یکی از یه آدم خفن این مهم از تسلا با یه آدم مهم از پرشه داشته باشی و اینا که رقیبا بیان با هم ایداشن رو به اشتراک بزنن مثلا همزمان توی روم دارن آره همزمان با هم حرف میزنن اینا آدم فنی یا یا مارک... تیمای مارکتینگ میان اینی که میگن فنی بودن مثلا اون روز روجین داشت میگفت با بیل گیتس مثلا توی یه روم بودن آره مثلا بیل گیتس داشت صحبت میکرده آره لکس فرید آدم خیلی خیار آره. وقتی جوین شدم اونجا هست که میگه اینترستاتو بزن و اینا آره. بعد زدم بلافاصله فاصله یه دونه روم بود که فاوندر کریگ لیست اونجا بود داشت حرف میزد برای من جالب بود خیلی که مثلا حالا داستان کریگ فاوندر اونلی فنز چای نبوده آه... بوده حالا احتمال آره. زیاد بوده آره میگه زدم زدی؟ آره اونی فن زدی؟ آره, آره. از یاد نکن تو <applause> تویچ هم دارم هر اکس پاتو تو بذاری اونجا آره هر جایی که صلاح بدونه ویدیو های شخصی <applause> میخوای از این پیام <applause> تمل رو بفرسی؟ چراغ خونه رو بعدی که آره چراغ خونه رو برا بعدی که روشن نگه داره دیگه اگر که روشن نگه داری خاموش میشه همه چرا چقدر باید بدیم سابسکرایب کنیم ماهیان 699 حرفه ای آقا نه می دونستم سی برید توی تویچ بزنی ارمان تحجب اونلی فنز میاد فالوئر هم داری؟ آره آره پونسد خورده این نفر دارم فالو میکنم ایمان شیطون او بگوی فرا یادشی چیداشون نه ایمان آخه گفت اول کار گفت یه این ور اونور باز چیزو داره بازار داره و من گفتم اون وسطش هم من دیدم که نه اینا مثلا خیلی ج... خیلی اینا باحال یعنی اینا اونور باز است واقعا به نظر من یعنی این وسط مثلا چرا هنوز اون وسطش من ندیدم که مثلا ملت داشته باشن صحبت بکنن و اینا مثلا چند چند روز پیش شرم شپرا رو آورده بودن با, با کی دیگه آشتیش دادن با یه نفر دیگه نمیدونم داشت با کی آشتی میگه آورده بودن کی آورده مثلا بودن مثلا یک تویی که مثلا من که مثلا من میرم توی روم میگن آقا مثلا کارون کارون نداره من تو رو اینوایت میدم چون میدونی که اینوایت ها محدوده هر کسی نمیتونه جوین بشه اورکات حالا نمیم چجوریه اینه که مثلا من بعد برای تو اینوایت بفرستم تو بعد میتونی جوین بشی به مثلا به کلاب هاوس الان به خاطر که اسکیلینگش رو بخوان چیز منیج بکنن الان اینوایت اونلی اینوایت اونلیه بعد شرم شپره آوردن و داشت با یکی دیگه, دیگه خواستم آشیش بدن چون آشتی شرم من دیگه مثلا نموندم کار داشتم و اینا ولی میدونن که مثلا رکورد زد 2000 خورده بودن چند شب پیش امیر قاسمی و امیر قاسمی بله امیر قاسمی آوردن 2400 شبکه تپش. تپش. تپش 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 بود که اون اونجا بود این رامین نیکو و رامین نیکو رو میشناسی اینستاگرامره آ تو میفرستی سیاوش میزد اونا همه اونجا آره اون خنده بود آره اون اونجا با برادرش برادرش مادریتور اونجا بود یعنی مثلا اتاق اون بود چه میدونم سینا ولی الله بود مکس امینی ماز جبرانی همه, همه این همه دندره کنید <تصفح> <تصفح> تو ای... ایرانی ها کسی چیز نکرده اونه که تو ایران هن ببین چرا کی... تو ایران بود چرا این پسر رامینی تو ایران نه مثلا رامن رامن اونه که شناخته شده تره اه... چرا موجود تلویزیون یا یه بازیگر من دیدم بهرنگ علوی رحمان رحمه یاد نمیاد یعنی ما نمیشنستیم نه من نمیشه من که اصلا به اسم نمیشستم ولی مثلا کلی از این اینفلوئنسرای کسایی که تو اینستاگرام معروفن تو ایرانن مثلا اونجا بودن آه. خیلی هیته کاری متفاوتی اینفلوئنسر کل در واقع ارزش کارش حالا به چیزای بصری دیگه بعد میاد اونجا صحبت کنه چه نکته خیلی قشنگ گفتی خیلی نکته قشنگی بود من میسونم به <صفت>. فراز <صفت>. که جواب بده می‌خواستم راجوش بزنی اتفاقا سینا ولیولا این حرف تو رو یه چیز کرد یه جنبندین کرد و گفت گفت این محیط کلاب ها چون لایوه و تو آن سپات قرار حرف بزنی و حالا اون چیزی که در در توان رو به از نمایش بذاری خیلی فیلتر میشن فیلتر خوبی ایجاد شده بین اونایی که حالا تو اینستاگرام میرن کلی کانتنت درست میکنن ادیت میکنن بعد با کلی مثلا از غم برنامه ریزی شده است این اینو من قبول ندارم قرار نیست همه بتونن لایو راحت صحبت کنن اون حالا سینا ولیولو خودش مثلا موجودی عادت داره ولی هر حالا اینفلوئنسری که لزوما قرار نیست این کارو بکنن خب باشه پس دیگه قرار نیست توی کلاب اون میگم توی اون و... محیط کاملا جدا یعنی يعني... یعنی کسایی که میان میتونن این کار رو انجام بدن منظورم اینه که این کسایی که مثلا اومده بودن میگم این پسر علی نیکو به نظر من خیلی قشنگ داشت مادریت میکرد رومو رومه 2400 نفره رو یه جوری وایس داد بالا یک نفره همه رو داشت مادریت میکرد میگفت شما صحبت کن شما صحبت نکن مثلا فلان اینا خیلی به نظر من خوب داشت کار میکرد 2400 نفر خیلی زیاده آره آره, آره 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 با ما خودمون لایوی که داشتیم 200 خورده نفر اومده بودن پشمون ریخته بود نمیتونستیم همه رو جواب بدیم ولی خب خوبیش اینه که وقتی که فقط یک روش ارتباط وجود داره دیگه میدونید اونم صحبته و تو مثلا میتونید طرف رو بیاری به عنوان اسپیکر یا نه و کسایی هم که میان بالا اسپیکرن کالچرش رو فهمیدن میدونن که نباید ات اف ترن صحبت بکنن میگم یه زد الان خیلی بعدم یه مشکلی که داره خیلی الیتزم الان توش مد داره میشه اونجا مم. همه دیگه میگم همه یا فیسبوکن یا گوگل هم آره یا مثلا. جاهای مختلف هم که تا اتران به خاطر اینه که اون اول اینویتیشن هایی که اومده احتمالا دادن به این کمپانی های تک برای همین اون موج اولی که وارد شده بیشتر مثلا تکی بوده آره احتمالا شاید هم از سیلی آدم پایین توش بوده مثلا اون دفعه ماج... ماجوری مقس نه مکس همین <تصفح> 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 تو بودی؟ <تصفح> آوردنش بود یه رومی بود و اینا مثلا میاد هر سر میزنه باحال دیگه مثلا یه روم داری و بیاد توش خب جالبه اومد و اینا چوری که حرف زدم برای یک شومه بالا مثلا میتونی دست بالا کنی بیاری مثلا صحبت کنی دیگه اون طرف برن خود چه میبینیش کشید به <تصفح> 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 خیلی سریع اطمالا به اونجا کشید میشه نه نه خب ولی خب مثلا من به عنوان یه اتفاقی که میفته اگر که تو ریپورت بشی و بلاک بشی اون کسی که تو رو هم کرده بلاک میشه ایمله منی که هرچی فکر بعد ولی خب آدم ها سریع تو میشن. یک دیگه و... نمیتونی دیگه یکی <applause> این اینوایت کنی اون پیشرفت کنه تو امتیاز میگیری <applause> نه نه بعد یه جوری امتیاز میگیری ولی تاریخ و... نه اینوایتات بیشتر میشه نه نه اگه اون پیشرفت بکنه اگه تو اونو اینوایت کرده باشی تو پروفایل اون میزنه که تو اونو اینوایت کردی yeah. برای همه میزنه نه خب میدونم اعتبار میشه آره میشه بعد تاریخ عضویتش هم نه نه داره. چرا تاریخ عضویت داره نداره من ندیدم چرا چرا داره همون زیر همون که کی اوردتت نوشته یعنی یه سری بالاتر هم بعد یه سری <applause> ولی از رفتم عقب رستم به اول نفر. اولی نفر اولین نفری که تو دنیا چجوری رفت نه به سری اولیایی که فقط با این اولین اول این وایت اومده بودن تو ها نوشته بود کی اینا رو آورده تو حضرت آدم هم ها اونجا بودن ولی پلتفرم جالبیه اگر که درست استفاده بشه من اولش آپو که همیشه آدم اون آپوزه دیگه نسبت به چیزای جدیدی که میاد منم همیشه مشکل داشتم اینا بعد دیگه یه روز دیدم روجی مرمانی اینوایت فرستاد و اینا دیگه رفتم بعد همون لحظه منو اد کرد توی روم که میگم علی بندری و اینا بودن و مثلا بقیه بگم علی بندری انگار مثلا رفیق چند سالم آقای تو علی بندری رو اینا... آره مثلا نماد ادیت پادکست صحبت کردن که مشکلی که دارین چی و فلان و اینا بعد من در صحبت کردم که چرا مثلا کانتنت کریتورایی که دارن پادکست تولید میکنن از مانتایز کردن میترسن ما خودمون یکیش دیگه یعنی ما کلی مشکل داشتیم از اینکه مثلا چه جوری مانتایز بکنیم آیا مثلا اد بگیریم اد نگیریم تو یوتیوب مثلا این کار انجام بدیم ندیم و اینا و آقای بندری پیام پیشنهاد کردن که بیاین تو کلاب هاوس کلاب هاوس خیلی برای در واقع سبک پادکستی که دارین شما درست میکنید خیلی مناسبه حالا میتونیم امتحانش بکنیم <تصفح> <بده> این <اینسان>. های یاهو بود <تصفح> دقیقا همونه خب ولی بدون چیز بدون اون موقع خب چترمای یاهو رو آدما میتونستن می می نه نه وایس چت بود میتونستن ولی چیزش بکنن خرابش بکنن چه میدونم پروگرام ران بکنن و اینا میتونستن دیسترب بکنن اگر که اتفاقی میافتاد یعنی یواش یواش اینا نمیتونه ای میتونه اگه ریپورت بشی مثلا اکانتتو میبندن و اینا دیگه آره دیگه بعدم نمیتونی اکانت بسازی مگه اینکه بری یه نفر دیگه اینوایتت بکنه و تو یه شماره تلفن دیگه داشته باشی دور میخری سری حالا یه مبحثی که هست همش داره دنبال نگتیویتی یه, دومالو نه دومالو یه دیگه هست اینه که نیاز داری. اینا یه عالمه دیتابیس از تصاویر ما دارن دیگه اون یه بار راج راجعش صحبت کردیم که به احتمال نم چند درصد اکسای تو توی دیتابیس مثلا اف بی آی هست من که صد درصد حالا مثلا میتونن از این قضیه وایس سیگنشر آدم ها رو در بیارن خب یعنی دیتابیس های تصویر پر شده خیلی کاربرد داره حالا نه فقط کاربرد منفی کاربرد مثبت داره یه عالم پیشرفت تکنولوژی که انجام شده به خاطر دیتابیس های عکس و اینایی که بوده و فیسبوک و اینستاگرام و اینا خیلی کمک کردن به جمع آوری این عکس ها حالا این قضیه میتونه صوتی آره دادای صوتی رو جمع آوری کنه کاربرد داره دیگه مثلا حالا با هوش مصنوعی یا اینا چه یه اپلیکیشن بود بچه که گریه میکنه این صداشو میفرستی روی این اپلیکیشن این به تو میگه الان این چی میخواد مثلا گشنشه دستشویی داره فلان فلان چون گریه بچه فرق سری بچه داره چه مگه مشکل حل شده نه خیلی دقیق نبود گیر همین بودی آره دیگه من بچه چی میخواد یه چیز دیگه آها اوایل کرونا هوش مصنوعی مدل ترن کردن که چیز میکرد از نوع سرفت میگفت که تو کرونا داری یا نه خب اینا کارهایی که با صوت میشه کرد یه عالمه دیتا یه عالمه در واقع اطلاعات اون تو هست که میشه از اون دیتا صدا اکسترکت کرد استخراج کرد حالا اینجا که شما میرید صحبت میکنید و اینا اینا همش احتمالا جمع میشه روی دیتابیسی بعد های جا میگن که نمیشه ولی خب حالا همیشه میگن نمیشه دیگه و سیگنیچر صدای شما رو هم در میارن چون اونم اسکی یونیکه <تصفح> صدای, من <تصفح> <تصفح> صدای من که <تصفح> صدای من که خیلی یونیکه ولی حالا چیز چیز که... که در عادت آسوده بودم تو با من. حال پروانه من چه کردی تو برو نه اینو قبلا ای این کلاب هاوسه کلاب هاوسه فکر می‌کنی که مثلا پادکست و اینا رو به هم بریزه مثلا, مثلاً جای پادکست نمیگه نه این پادکست خوبیش اینه که تو میتونید اه... یه مثلا من از کانتنت مثلا یه آدمی خوشم میاد مثلا براین کلن خوشم میاد میتونم بعدن شیش ماه دیگه مثلا کانتنتی که خوشی قبل چیز کرده رو رجوع کنم آره رجوع کنم بشنوم ببینمش ولی خب کلاب هاوس فعلا نه. که هیچ راه سیوی نداره و اینکه اصلا یه میدیوم دیگه است حالا میگن خیلی ها دارن در اون این صحبت میکنن که میاد جای پادکست رو میگیره و اینا عید بدونم که بخواد این کارو بکنه بعد جالبه من روزی که اپ توییتر و فیسبوک هم پاک کردم از رو گوشی چون وقت هم داشت فرداش کلاپ هاست اضافه یه تو یه بار گفتی تو همین خودکست داشتم راجع حرف زدم گفتم میخوام سعی کنم دیگه کمتر برم و اینا گفتی اون را اون وقتی که سیو میکنی و یه جوری پیدا میکنی واسهش که همیشه آدم, آدم یه بدی. سطح دیفالت از یه چیزی رو داره خب بله تو توی کوتاه مدت ممکنه اون دیفالت رو تغییر بدی مثلا مم. یه بازه تصمیم میگیری که غذای فسود کمتر بخوری خب مم. تو توی یه بازه واقعا این کارو میکنی ولی دوباره احتمال خیلی زیاد نه همه برمیگردی به حالت دیفالت یه بازه تلاش میکنی که سنجیده حرف بزنی کمتر عصبانی شید کار میکنه ولی دوباره تو برمیگردی به حالت اول اینم همین یه بازی میگی من اینستاگرام نمیرم سوشال میدیا نمیرم نمیری نمیری من... آره <تصفح> جیری. نمیری آره دارم برا آره دوباره برمیگردی حالت اول آره. ولی حالا من اپیزود اول این فصل که میخوام صحبت کنم راجع به موضوعات قرار صحبت کنم آیا آیا راجع به صحبت کنی نه اطمی اون این صحبت که داشتیم من خیلی کتاب شروع کردم میخونم همین حرف مادر قلب اتمی من حرف تو رو میکنه یه چند تا جالب بریم و جالب داری آره بچا دارم بریم آره چند تا بیا ببندی یک ساعت و خورده شده به عنوان پایلت خوبه دیگه یک ساعت و شیش؟ بله بری داره جالب پیدا خب جالب پیدا کردن کمی عجیب بود بخاطر اینکه خیلی وقت نبودیم ولی من یه یه فلوریدا داره فلوریدا اتفاقا نه این کالیفرنیا است در مورد خانومیه که رفته بوده گواهی رو تمدید کنه و اون چند هفته که میگذره که کارت گواهی بیاد در خونه وقتی میاد میبینه که عکسی که گرفتن همون عکسی که با ماسک بوده بعد متوجه میشن که اون طرف که اومده عکس بگیره عکس همون عکس اشتباه با ماسک زده و خیلی داستان شده عذرخواهی از کردن ازشون رو. من دیدم که واقعا اینجوری گواهی شو با عکس ماسکدار بشه اینو مشکلات جهان نه جهان اول هم نیست چون مشکلتون چیه عکس رو گواهی نامه من ماسکدار اومد خونه داره بعضیش مزد خواهی کردن بله من اگه بودم شک پای نمی‌کردم هر کسی دیگه میتونه با اون خیلی خنده است بی سی چون ازش ما چیز کرده دی ام وی اسمینا دی ام وی واسه خب میدونی که اینجا میدونی که حالا نمیدونم میدونید یا نه اگه نمیدونید بگو اینجا موقعی که میخوام بریم عکس گونا بگیریم باید زهر چهره ترین قل... حالت ممکنتون باشه نمیتونید لبخند بزنید به خاطر اینکه میگن اون لبخنده ممکنه موقعی که کارتو میدین دست پلیس تاثیر بذاره ریسرچ شده بعضی رو دیدم که بابا بعضی همون... میزنه اصلا آدم اینطوری که برای تو جاده برای تو بران 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 ای زیبا روی بران آره حالا اینجا موقعی که من همیشه یه لبخند جکوندی میزنم یه کومیدی شد یه روخت اصلا عجیب میگیرم به خودم موقعی که میخوام از عکس بگیرم تو هم برم اکسپایرم هم شده بگن قیافه عادی اونجوری نه 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 ولی آره خلاصه خواستم بدونید که داستان اینه و اینکه حالا اونجا نمیدونم چه جوریه که دقت نکردن بله خبر زنده باشید بله شورا تو خب دیگه تمام کن ادامه حرف خب بله کوشا جان زنده باشی خب شما هم حضور داری در بکنی از پایینش گم میشه خیلی اینا رو گم کردم برای این بذارم میتونی یه هتوان مناسب بخری که نه این چون من باید از اینا باشه که به لپتاپ کارم بخوره دستش تنگ باشه خب در مورد مثل اینکه یه حالا وبسایت یه برنامه ای هست که تتوهای آدم ها رو ریت میکنه مثلا بدترین تتوی سال یا حالا از این کار در مورد یه بفرستین تتوهاتون ما میتونیم ریت آره خب؟ که خیلی تایم بدی این شخص زده و برمیگرده به پارسال اوایل مارچ هفته اول مارچ که ایشون میاد مثلا میخواسته یه تتووی بزنه این دختره که مثلا نشونه این باشه که آقا خودت باش مثلا خود واقع خدای. آره بعد این متن نوشته که courageously and radically refuse to wear a mask <applause> که مثلا میخواست بگه ماسک نداشته باش خودت باش و اینا ولی دقیقا یک هفته قبل این بوده که کلا این بیماریه بیاد و همه ماسک بزنن اینا گفته برنیشون. به صورت شجاعانه دیگه. دیگه آره ولی آره. 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 خیلی خب جالب بود و الان معروف شدن ایشون وقت رو تیک وبسایت اینا گفته بده یا خوبه گفته نگفته بده یا خوبه گفته تایمینگش خیلی بد بوده حالا قبل آره میتونید شما تطوی خودتون رو به اینستاگرام دات کام بکستش خودکست برای بفرستید فراد میشه ریت میکنه بهتون میگه خب کار نترش به ما یه کار نترش بسه ما ایما هنوز تطوی خیلی کار میکنه هنوز تطوی تو کسی نزده فنا دیدی که روگن اینا نه نه دیدی با روگن مقایستت کرد روگن چی شد؟ ببخشید من قیافه این یارو تو اخبار کاش قیافه مردم از خیلی فلوریدا 100 درصد نه یه جای دیگه است ویسکانسن یا آقای دارو ساز حالا اره فارماسیست که خیلی عقیده دارن به این ایده های کانسپیرسی و چی گفتیم فارسی شد؟ توته بعد خب فکر میکنم مثلا به دو سه ماه حرف نزنیم یادمون میره به واکسن هم آه. حتما به واکسن هم زیاد اعتقاد رو نداشتن میرن و یه دونه جعبه واکسن مدرنا که تا حالا توش یه عالم دوز بوده را از توی یخچال فارمسی بیمارستان برمیدارن و چند ساعت کلا عمدن میذاره کنار مثلا که خب چی جوری رفته اونجا خب فارمسیست اونجاست دیگه میتونه آره بعد خیلی هم عجیبه که همچه عقایدی داره ولی یعنی خب متوجه میشن به علم اعتقاد آره متوجه میشن یا حداقل به این واکسن نمیدونم بعد ایشونو میگیرن و 250 هزار دلار جریمه و 20 سال زندان خوبی شن. به خاطر اینکه اون داروها اون واکسن ها داده شده به بیمارا و حالا اوه. خیلی هاشونو کردن خیلی پیدا نکردن و اصلا نمیدونن که حالا چه اتفاقی قرار بیفته ولی خب اینم همو وقت آخه دارو ساز دارسازن یه آه. چیزی که تجربی در مورد همین واکسن <applause> حالا بحثش بود شما دیدید حتما دوستایی که داره جو اینستاگرام اینا تا می واکسن رو زدند یه استوری میگیره بعد بحث سر این بود که آیا این استوری گرفتن مثلا حالت چیزی شده مثلا کلاس گذاشتن و اینا که ما استوری زدیم یا چی حالا به که... زدیم واکسن زدیم استوری زدیم, زد. ولی زد. ب... من اگر این بود که اتفاق خوبه به خاطر اینکه خیلی قبل اینکه حالا شروع کنن واکسن زدن و این استوری و اینا بیاد خیلی بیشتر میشنیدم که نه آقا مثلا واکسن بده مثلا هنوز امتحانش پس نده حس میکنم این خیلی کمک کرده هنوزم خیلی هستیه استوری هنوزم خیلی ها اعتقاد دارن که این واکسن خیلی سریع تولید شد این واکسن چون اومده ماها رو ترک بکنه و از این از خیلی چیزا وجود چیز داره آره نمیگم ولی الان زیاد میشنوی متاسفانه اون مقداری که من میشم مقدار کمی نیست کسایی که به کرونا اعتقاد ندارن هم هنوز هستن آره زنده باشید نه ولی خبر خوب از اسرائیل میاد دیگه اونا چون اولین جایی بودن که درصد بالایی رو زدن خیلی کمک کرد که تعداد کسایی که میرن بیمارستان اینا کم شده فقط تنها چیزی که هست این مال فایزره که با ام آر اولین باری که با ام واکسن ساختن اونو تاثیر بلند مدت شد شک و شبه شاید روش باشه ولی اینکه برای خود الان تاثیر مثبت داره شکی توش نیست زنده باشید دیگه <applause> <applause> این از از اثرات کلاب ها. این از مرگ کلاب این زنده باشید خب <applause> این از این مودراتور موقعی که یکی خفن جونش تمام میکنه زنده باشید <applause> این آره این اپیزود قبل عید میاد دیگه نه مفنن. ایدم تبریک میگم. امروز شنبه میاد دیگه. آه سه شنبه میاد. آره. بله هنوز چیزه. چه شنبه سوری. لایو هم بریم هفته بعده دوه صبح. نه خالا خوده دو صبح. روز نه حالا خود دو صبح لایو بعدش شو. شو. آره. ایما قرار ایدی بده دیگه میایم خونش. لایو بریم میتونیم بریم. سید مگه نبودید؟ سید مگه سینه ها رو نباید کنید. چی؟ چی؟ سینه سیدا رو مگه نمیگم باید بوس کنید. سعیه بعد بچه باز بوده به دفتی اینو تو رو اسکل کنه نه نه یه بار ما باید بوس کنیم مردم نه ما باید بوس کنیم یه بچه باز اومده به این گفته باید بوس نه این هست نه میگن آره من باید در میگرم آره 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 ولیده بیا ملت به این چیزا هم باور دارن دیگه تو میگی یارو به واکسن فلان بابا تمام دردار رو میکشه سینه کجا داری میریم و آقا دوستان عزیزان دل بندان بانوان گرامی ما این اپیزودمون رو همینجا میبندیم چطوری دیگه آقا اول گفتم گفتم بانوان دوستان عزیزان دل بندان بانوان بانوان گرامی دوستان عزیزان دل بندان بانوان میگن last but not least خیلی خوبه این اپیزود خیلی خوبه برو یه بار دیگه بگو ما این اپیزودمون رو همینجا میبندیم گفتیم که اپیزود به عنوان آیس بریکر بریم یه ذره یخونا بشه یه ذره با این ستینگ پادکست دوباره آشنا بشیم از هفته دیگه, ستینگ معمولی خودکست رو ادامه میدیم که هفته ای دو تا اپیزود داریم و اینکه شاید اپیزود اید بخوایم بریم نه یعنی اسپیشال نیم یه همه یه دونه ما شاید هم لایف بریم نه قول نمیدیم باهاتون روی اینستاگرام instagram.com backslash خودکست تعمال میکنیم اونجا استوریا رو دنبال بکنید اونجا دقیقا میتونیم بفهمید که برنامه چیه ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی, توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که می‌خواید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا بر ما صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و روز عید با یه اپیزود دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدافظ